خب پس معلومه که اینها حتی برخلاف گذشته ها، اینا حتی یک دولتی که کاملا تا این اواخر هم آقای زرداری رئیس جمهور و هم آقای گیلانی نخست وزیر با آمریکایی‌ها همکاری می‌کردن، در واقع یک دولتی نبودن که حتی به صورت علنی حتی در حرف ضد آمریکا باشه، نبودن، هم در عمل هم در حرف با دولت آمریکا علاوه داشتن رابطه حسنه داشته باشن. ولی امروز شما می‌بینید که بنا به دلیلی که هنوز برای من روشن نیست، زرداری و گیلانی حالا به خاطر موازی که اینجا و اونجا گرفتن که با موازی سیاسی دولت آمریکا همخوانی و سنخیت نداره، دولت آمریکا برای پاکستان میخواد مثلا یک شرایطی بیاره که این دولت در اونجا سرنگون بشه و یک دولت دیگری سر کار بیاد. بله. در صورتی که شما اگر به نقشه پاکستان و اون منطقه نگاه کنید، وقت این سوال مطرح میشه که بالاخره دولت آمریکا، منظور دولت آمریکا از این که پاکستان باید یک دولتی باشه که 100% در اختیار آمریکا قرار بگیره چیست؟ چون ما میدونیم که زرداری و آقای گیلانی نخست وزیر اینها تا اونجا که قادر بودن با آمریکا در ستون مختلف رابطه بسیار بسیار حسنه داشتن. بله. و دیپلماتیک داشتن و همکاری میکردن. حالا چرا آمریکا باز هم میخواد که اینا برن مثلا یه دولت دیگری، یه افراد دیگری سر کار بیان که بیشتر از زرداری و گیلانی به آمریکا نزدیک باشن یا نزدیکتر باشن؟ اینو بعضی از تحلیلگران معتقدن که بالاخره تمام این هیاهوها راجع به اسامه بن لادن در ارتباط با پاکستانه، دولت پاکستانه، و تمام زریانات هم در ارتباط با دولت پاکستان در واقع حرکت استراتژیکی آمریکا در سطح جهانی در ارتباط با مهار چینه. بله. یعنی کشور پاکستان نه تنها بزرگترین طولانی ترین مرز و از نظر خاکی با کشور چین داره، بلکه همیشه چه در زمان زنگ سرد چه بعد از زنگ سرد کشور پاکستان یک رابطه مشخص نزدیک با دولت چین داشته. بله. با اینکه خودش در کمپ غرب قرار گرفته بود، ولی رهبران پاکستان مخصوصا علی بوتو و بعدن دخترش بی‌نظیر بوتو و حتی قبل از اونها در زمان ایوب خان هم دولت پاکستان رابطه بسیار حسنه با چین داشته و خیلی هم طبیعیه که یک کشور بزرگی مثل چین همسایه یک کشوریه که اون کشور هم خودش بزرگه به نوبه خودش. بله. کشور پاکستان یک کشور کوچکی نیست مثل کویت. بله. یا حتی مثل کشور عراق، یک کشوریست با 180 میلیون جمعیت و وسیع و موقعیت بسیار بسیار استراتژیکی داره. این که حرکت آمریکا، این که چرا میخواد دولت پاکستان بیاد علناً از آمریکا عذر بخواد و شرح بده که چرا موفق نشده بوده که پناهگاه اسامه بن لادن رو در شناسایی بکنه، و اگر شناسایی کرده بود چرا در اختیار نیروهای امنیتی آمریکا به ویژه CIA نگذاشته؟ اینا مسائلی است که هم در کشورهای اروپا و در آمریکا و هم در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشورهای خاورمیانه و پاکستان و افغانستان شب و روز بحث میشه، مردم صحبتشو میکنن و رسانه‌های گروهی هم گزارشات مختلفی در این رابطه میدن و
شرایط بسیار بسیار مهمی را به وجود آورده، سوالهای مهمی را مطرح کرده و جوانب مختلفش هم هر روز ما میبینیم که یک جنبه جدیدی بر این تمام این تصورات و این باورها و تحلیل‌های مردم از این جریان به وجود میاد و باید اونا را هم به دقت مورد بررسی قرار داد. جا پارسا بنام، در واقع یک مسئله اصلی هست و یک مسئله ظاهری و فرعی. دو مسئله فرعی که سعی میکنن با طرح اون مسائل فرعی مسئله اصلی رو که بهشم به درستی اشاره فرمودید ببرن زیر سوال و یا لوسش کنن و الا اساسا از ابتدا اگر حرکت ها رو گام به گام دنبال کنیم میبینیم که مسیر و خاص چیست و به چه هدفی بوده. بله درسته، کاملا بله. و اون وقت شما اگر توجه کنید حتی در خود آمریکا حالا جان پارسا بنام اجازه من این پرسش رو ازتون بکنم. بله این روزا شاهدیم که به شدت در این رسانه ها و بعد مطبوعات و سایت ها و اینا این صحبت ها مطرح میشه که از اوباما میخوان که به خاطر توهینی که به انگام اون دستور قتل و یا ترور بن لادن داشتن اون رو با نام یکی از قهرمانان ملی این بومیان آمریکا یعنی سرخپوستا جرانیمو نامیدن و خوندتش آقای اوباما، این اوباما خوندتش. میخواستم لطف کنید بفرمایید که داستان چیست، از در این مورد لطف کنید توضیح بفرمایید. بله همین هم خیلی جالبه که راجع به این قهرمان ملی بومیان آمریکایی راجع به جرانیمو صحبت بکنیم. حالا قبل از این من علاقه داشتم به یک جریان دیگری هم که اون هم بحث بزرگی رو در کشورهای مسلمان نشین به وجود آورده. بله. حتی در کشوری که خب عمدتا مسلمان نشین نیست ولی از نظر این که تعداد مسلمانان اون کشور مقام چهارم در دنیا داره، هندوستان که نزدیک به 150 میلیون مسلمان در هندوستان هستن، با اینکه اکثریت مردم 1 میلیاردی هندوستان هندو هستن. بله. ولی خب 150 میلیون مسلمان در اونجا یک جامعه بزرگی است. بله. بحث میکنن اینی که حتی اینا وقتی که اومدن اسامه بن لادن رو به اصطلاح بعد از اینکه کشتن به دریا انداختن، گفتن که این یکی از چیز رسومات مسلمانانه که یک شخصی رو که مسلمانی میمیره باید در همون 24 ساعت اول بعد از مرگش به خاک بسپارن. خب ما هم اینو انداختیم به دریا، در صورتی که شما اگر به متون کشورهایی که مسلمان نشین هستند به متونهای متون تاریخی و مذهبی اونا شما مراجعه بکنید خواهید دید که این امر انداختن یک جسد یک انسان به دریا اصلا با واقعیت‌های که در سراسر کشورهای اسلامی اتفاق می‌افتد وجود نداره. یک مرحله در تاریخ وقتی که کشتیرانی‌ها شروع شد، مردم با کشتی سفر میکردن که سابقه طولانی داره. بله، بله. اگر کسی در یک کشتی میمرد و این کشتی به خاک دسترسی نداشت، به بندر دسترسی نداشت، ایشون رو به اصطلاح در دریا دفن میکردن. این خیلی استثنایی بوده که امروز اصلا این واقعیت نداره، حتی به خاطر اینکه حتی بزرگترین کشتی های مسافربری در جهان در اسرع وقت میتونن یک مرده رو به نزدیک ترین بندر برسونن و اونجا به خاکش بسپارن. حالا این هم خودش مزید بر علت شده که مردم دائما این بحث رو میکنن که چرا اسامه بن لادن رو به خاک نسپردن. خودش بله، بسیاری از این کشورهای عربی هستن یا اسلامی از آب دورند، چجوری تو آب میندازن؟
مثلا در عربستان چه جوری در آب میندازن، اینم از اون صحبت بر. در تمام کشورها اینجوری بوده، خاک سپردن، یعنی همونجوری که مثلا هر ملتی هر کشوری هر دینی مسلمانان اون منطقه هم این رسمو دارن که به خاک میسپارن، ولی به دریا انداختن خیلی استثنایی در تاریخ بوده. در قرن 19 هم اینا بیشتر بوده، کشتی های مسافربری به زمین دسترسی فوری نداشتن. بله. ولی امروز این کشتی هایی که ما بعضی وقتا سفر میکنیم اینا به در اسرع وقت میتونن به هر بندری وارد بشن و شخص رو در اونجا بخواد. در حال این باعث شده که مسئله اومده که به یکی از مهمترینشون شما اشاره کردید که منم میخواستم اشاره بکنم. این جرانیمو مثل پدیده جرانیمو، این جرانی که اتفاق افتاده و گروه های مختلفی که به ملت های مختلف سرخپوستان و آمریکایی تعلق دارند، شما میدونید که به اصطلاح بومیان آمریکایی 500 سال قبل از این که سفیدپوستان از اروپا بیان به قاره آمریکا، در کلیت قاره آمریکا از بالای شمال کانادا گرفته تا پایین کشور پرو فعلی، آرژانتین فعلی، این بومیان آمریکایی که معروف بودن به سرخپوستان، اینها تمدن‌های بسیار بسیار توسعه یافته‌ای داشتن. بله. سفیدپوستان اومدن این تمدن‌ها رو از بین بردن. دقیقاً. و یک ژنوساید بزرگی در تاریخ نسل‌کشی، شاید اولین ژنوساید بزرگ بوده، نسل‌کشی در آمریکای اتفاق افتاد، در همین ممالک متحده آمریکا که از 10 میلیون اون زمان مردم سرخپوست آمریکایی در عرض قرن 16 1500 تا 1550 فقط 2 میلیون باقی موندن، بقیه کشته شدن همیشه. بله. از اون زمان این ملت‌های بومیان آمریکایی زبان و رسوم خودشون حفظ کردن و عموماً با اونهایی که اومده بودن سکونت کرده بودن، سفیدپوستان با اونها رابطهشون رو قطع کردن و عموماً مبارزه کردن که اقلن بخشی از زمین‌های قاره آمریکا را در اختیار خودشون داشته باشن و دولت و ملت خودشون رو داشته باشن. بله. یکی از اینها، یکی خیلی قهرمان معروفی بود، از قبیله یا از قوم آپاچی بود. بله. اسم جرانیمو. بله. جرانیمو 1829 به دنیا اومد، 1909 از این دنیا رفت. بله. 80 سال زندگی که خیلی کتاب های راجع به این نوشته شده توسط خود سرخپوستان و مخصوصا جوانان و دانشجویانشون که علاقه دارن تاریخ خودشون حفظ بکنن. ایشون 80 سال زندگی در اسارت و در تبعید و در زندان. بله. همیشه مبارزه میکرده برای مردمان خودش. حالا آقای اوباما اومده، علارغم اون دانشی که اقلن مردم انتظار دارن که یه رئیس جمهور آمریکا که اینقدر بودجه میذاره که اطلاعات وسیعی رو در مورد کشورهای مختلف توسط مشاورینشون هر روز و شب برایش گزارش میدن داشته باشه، اومده در واقع یک نفر تروریست رو که خودشون پرورده و انداختن جلو و ازش استفاده کردن و در آخر هم در واقع ترکش کردن، این اومدن اینو مقایسه کردن با اون قهرمان ملی و قهرمانی که به اصطلاح به تمام خلقهای بومیان آمریکایی تعلق داره، جرانیمو. دقیقاً بگم مثل این که شما بیایید مثلا یک آدمی که خیلی نامحبوب بوده در ایران مثلا و فرار کرده بود. بله.
بیایید اونو مقایسه ببینید با صد درخان. دقیقاً.